سلام به همه، چطورین؟ دفعه قبل کدوم داستان رو شنیدیم؟ بله، ما با یه دکتر مهربون ملاقات کردیم. من برای کسی که امروز قرار ملاقات کنیم هیجان زده هستم. بیاید یه داستان دیگر رو با هم بشنویم. این یک مکتبه. به خاطر اینکه کلاس ها تموم شده، معلم تنهاست. میشه بریم و با اون خانم صحبت کنیم؟ بله، حتما. سلام معلم. برای معلم شدن چه کاری باید انجام بدم؟ البته که شما باید زیاد درس بخونی. اما عشق ورزیدن به شاگردان مثل درس خوندن مهمه. زیرا تدریس با عشق تأثیر مثبت برای رشد خوب شاگردان داره. آه میبینم. من فکر میکردم برای معلم شدن فقط هوشیار و زرنگ باشی کافیه، ولی این اشتباه بود. تشکر که برایم اطلاعات دادید معلم. بیایید معلم و مکتب رو رسم کنیم. Thank you.
میام یه تخته سفید رسم کنم. بعدن شما میتونید هر گونه که خواستید رنگش کنید. معلمان باید به اطفال کمک کنند که آزادانه رنگ‌آمیزی کنند.
همه تموم کردن؟ چطور بود؟ این یه نعمت واقعیه که با معلم خوبی مثل اون آشنا شدید. اگر چنین معلمان خوبی در اطراف شما هست، از اونها بیاموزید. قلب شما مهربان خواهد شد. اما اگر هنوز با چنین معلمی آشنا نشدید، مشکلی نیست. شما میتونید بزرگ که شدید معلمای خوبی بشید. خب، بعد دفعه بعد شما رو خواهم دید. من برای رویاها و خوابهای شما ریشه یابی میکنم. خدا نگهدار.